14 جولای صادر میشه. 14 جولای 2022. حالا اطلاعات نزدیکتر و بیشتری و اینا بعدا فرستاده خواهد شد به دستندرکار. همین نوری هم به خاطر ریسک فرار و همین کم که قانون تعیین کرده که بر مبنای نکات اتهام باید به طور اجبار آدم تو بازداشتگاه باشه در بازداشتگاه باقی بمونه تا روزی که حکم صادر بشه یا تصمیم دیگه غیر از اون صادر بشه. اما دادستان ها دیگه حق ندارن محدودیت براش تعیین بکنن، یعنی دیگه محدودیت نداریم تو بازداشتگاه. بعد از آخرین جلسه دادگاه که دادقاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد، من هنوز در فضول انفرادی هستم. برای مدتی بود که خانواده من هر دو هفته یک بار می اومدن با من صحبت تلفنی می کردن، اونم قطع کردن. من نتونستم با زنم صحبت کنم، با مادرم، با خواهرم، با برادرهام، با خانوادم، با نوه‌هام، با پسرم، با دخترم. 53 روز از دادگاه من گذشته، تلفن منم قطع کردن، ملاقات های منم قطع کردن. هنوز که هنوز من در سلول انفرادی هستم. به کی بگم؟ این سازمان های حقوق بشری کجا هستن الان؟ خب بیان با من مصاحبه کنم. چرا 2 سال 8 ماه من در سلول انفرادی هستم، یک سازمان حقوق بشری نمیاد با من مصاحبه کنه؟